سخن را سرای است ای خردمند و بن میاور سخن در میان سخن خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش نگوید سخن تا نبیند خموش به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم خدمت شما متعلمای عزیز و گرامی صنف هشتم خوش آمدید میگم به شما دوستان و شاگردای عزیز به درس زیبا و دلچسب زبان و ادبیات دری به جلسه 13 رسیدیم دوستان عنوان درس امروز ما شناخت یک شخصیت بسیار مشهور دوره معاصر علامه اقبال لاهوری است در حوزه دستور زبان در ادامه انواع پسفندها میرسیم به نحوه ساخت پسفندهای صرفی و کلمه ساز خب شاگردای عزیز کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید فراموش نکنید فراموش نکنید 2964 780 255 پنج چهل است آماده دریافت نظر و پیشنهادات همه شما خوبان هستیم عزیزان دلبند به درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید خب شایده عزیز کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور کنیم در جلسه قبل با شما بیان کردیم و با هم دیگه گفتیم که مرجع زمیر را در متن زیر مشخص کنید گفتیم ما کلمه داریم که تحت عنوان زمیر است و مرجعی داریم که زمیر به این کلمه برمیگردد گفتیم کلمه زمیر چیز زمیر کلمه است که جانشین یک اسم می شود یک اسمی موجود است این کلمه زمیر جانشین او می شود چرا جانشین او می شود به خاطری که جلوگیری می کند از تکرار او اسم به خاطری که اون متن شما زیبای خود را از دست ندهد حالی این زمیرهایی که در جای جای مختلف یک متن موجود است یک مرجعی دارد یک کلمه ای دارد که این زمیر به او کلمه به او اسم به او شخص برمیگردد و او کلمه ای که زمیر به او برمیگردد تحت عنوان مرجع زمیر از او یاد میکردیم حال یک متن برای شما دادیم دوستان در داخلی متن زمایر بسیار مختلف متعدد و متنوع موجود است و مرجع زمیر نیز موجود است و شما باید تطبیق دهید که این کلماتی که تحت عنوان زمیر در داخل متن است و کدام کلمه و کدام اسم تحت عنوان مرجع زمیر برمیگردد خب میگوییم معلم به مکتب آمد او برای آموزش شاگردان بسیار تلاش میکند یک نگاه کنید دوستان اول شما در داخل متن زمای رو پیدا کنید زمیر کجاست اولین زمیر زمیر چه دو سان او اولین زمیر ما در داخل جمله زمیر او میگوید او برای آموزش شاگردان بسیار تلاش میکند چه کسی برای آموزش شاگردان بسیار تلاش میکند و جمله قبلی برمیگردیم معلم به مکتب آمد او برای آموزش شاگردان تلاش میکند پس کلمه او به چی برمیگرد دوستان زمیر او به معلم برمیگردد و معلم میشود چی معلم میشود مرجع زمیر مرجع کدام زمیر مرجع زمیر او خب میگویم میرویس احمد و علی سینا به معلم سلام کردند آنها در مکتب با تلاش و جدیت حاضر می شوند کدام کلمه زمیر است؟ پیدا کش آگه محترم آفرین کلمه آنها می شود زمیر ما خب مرجع زمیر چون زمیر ما جمع است باید مرجع زمیر هم جمع باشد خب آنها به کی می گردد؟ و میرویس می گردد به احمد بعد گردد و علی سینا این می شود مرجع زمیر خب مرجع زمیر چی؟ آنها پس آنها به این سه نفر برمیگردد خب ادامه اسم من رامش است اسم من رامش است من سنف هشتم هستم خب من چیه؟ من هم یک زمیر است پس من میشود یک زمیر دوباره دوستان خب آلی که زمیر هست مرجعش است؟ اسم چه کسی من هست؟ اسم رامش دیگه پس این من بر میگرده دو به کلمه رامش این میشود مرجع زمیر مرجع زمیر من اسم رامش است خب پدرم صبح زود به کار میرود او برای خانواده اش بسیار زحمت میکشد پدرها برای تمامی فرزندانشون بسیار بسیار زحمت میکشند زحمت های ای افراد پدر مادر والدین اصلا قابل توصیف نیست بسیار زحمت میکشند بسیار بسیار تلاش میکنند تا ای دانش آموزای ما شاگردای ما کسایی که سر سنف ما حضور پیدا میکنند کامیاب شود موفق شود و پیروز و سربلند شود دست پدر و مادر را همیشه همواره باید بوسید. خب پدرم نگاه کنید میگه او برای خانوادهش تلاش میکنه چی کسی او به کی برمیگردد او به پدر برمیگردد احسن پس این هم میشود یک مرجع زمیر که اگر بگوییم این کلمه ای او به کی برمیگردد میگوییم به پدر برمیگردد پدرم این میشود مرجع زمیر به همین راحتی دوستان نگاه کنید پس مرجع زمیر کلمه است که تمامی زمایر به او اسمها برمیگردد و جلوگیری میکند در واقع آوردن زمیر جلوگیری از تکرار اون زمیر میکند تا متن زیبایی و قشنگی خود را از دست ندهد خب شاید عزیز وارد درس جدید خودمان شویم درس امروز ما در مورد یک از شخصیت های برجسته معاصر در حوزه سیاست، در حوزه شعر، در حوزه اجتماع، در حوزه فرهنگ است ایشان یک شخصیت بسیار مشهوری است تحت عنوان علامه محمد اقبال لاهوری خب سخنسرای بزرگ شاعر توانا و سیاستمدار آزادی طلب است که در سال 1877 میلادی به دنیا می آید خب در کجا به دنیا می آید دوستان در منطقه سیالکوت ولایت پنجاب در کشور پاکستان که همسایه ما می باشد مبارزه با استعمار و ناراحتی از وضعیت کشورهای اسلامی بسیاری از افراد اگرچه اگرچه نگاه کن دوستان محمد اقبال لاهوری را به عنوان یک شاعر میشناسند البته ایشان در حوزه سیاست هم بسیار قدمهای بلند و محکمی برداشتن به طوری که اشعارشان ایشان مبارزه با استعمار غرب است و همیشه نکوهش میکرده و مردم را ترغیب میکرده که بر علیه استبداد و استعمار بپاخیزند و از وضعیت کشورهای اسلامی به شدت رنج میبردن که چرا کشورهای اسلامی با منابع قنی با امکانات با منابع انسانی بسیار بالای خود از شرایط بسیار اصفبار برخوردار است محتوای اشعار محمد اقبال لاهوری دوستان بیشتر مسائل اخلاقی و فلسفی است اندیشه های اسلامی در جای جای اشعارشان موج میزند نگاه که نگاه میکنید از اشعارشان میبینید که همواره به پیامبر به بزرگان دین ما اشاره میکند و از رهنمودها از سفارشات آنها برای پیشرفت مردم استفاده میکرده و سود عشق ورزیدن به سرزمین افغانستان و مردم آن میدانید که یک شعر مشهور دارد محمد اقبال لاهوری که میگوید آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن پیکر دل است یه شعر بسیار شعر مشهور است که از محمد اقبال لاهوری است که برای کشور عزیزمان افغانستان بیان شده است علاقه به عرفان و عارفانی چون سنایی و مولانا دو شخصیت برجسته کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی و سنایی غزنوی این دو شخصیت را هموار مورد ستایش اقبال لاهوری قرار داشته از جمله کارهایی که ایشان انجام میداد مبارزه برای استقلال هند از بریتانیا در زمانی که در واقع میدانید رهبر استقلال کشور هندوستان کیست دوستان احس گاندیست که در واقع ایشان میآید کشور هند را از استعمار کشور انگلستان میبراید و در واقع رهاند و این مردم را از چنگال استعمار انگلیسی رهایی دهد. ایشان از جمله کسایی است که البته در دوره محمد اقبال لاهوری هنوز کشور پاکستان از کشور هندوستان دوستان جدا نشده بود و ایشان قدم های بلندی در کنار محمد علی جناد در کنار گاندی در کنار جواهر لعل نهرو کسایی که در حوزه استقلال افغانستان نقش بسیار سرآمدی داشتند ایشان قدم های بالایی بر اشان فوت میکند بعد از فوت اشان کشور پاکستان از کشور هندوستان در سال 1947 میلادی جدا می شود و اسم کشور رو دوستان میگذارن کشور پاکستان یعنی پاک چرا میگویند پاک چون میگوید که اشان از جمله افرادی بود محمد اقبال لاهوری از جمله کسایی بود که اعتقاد داشت باید تمامی مسلمانان کشور اندوستان دارای یک قلم و سرزمینی مستقل و جدا باشد در حیاتشان یه امر محقق نشد بعد از اینکه ایشان فوت میکند کشور پاکستان شکل میگیرد و جدا میشود و در سن 66 سالگی در سال 1938 میلادی ایشان از دنیا میرود که متاسفانه در اواخر آن دچار کم و کم شنوایی می در حوزه زندگیشان یک سری وقایع بسیار مهمی تحت عنوان رخدادها و حوادث مهم در زندگیشان نام برده شده که چند مورد را برای شما دوستان بیان میکنیم اخص رتبه لیسانس زبانهای انگلیسی و عربی از فاکولته در بسالگی از فاکولته لاهور در بسالگیشان مدرک لیسانس خود را میگیرند و در دانشگاه لاهور دو سال بعد از اینکه مدرک لیسانس را میگیرند مشغول به تدریس میشوند مدرک دکترا خود را از دانشگاه مونشن در کشور جرمنی در رشته فلسفه در سی سالگی میگیرند که در واقع یک نقطه بسیار بسیار مهم در زندگی ایشان است که یک سال بعد از این قضیه در دانشگاه لندن مشغول به تدریس میشوند از جمله سفرهای مهمی که ایشان دارد سفر به کشور عزیزمان افغانستان است که به دعوت پادشاه افغانستان در سال 1933 میلادی انجام می شود خب آثار مشهوری که در حوزه آثار جناب علامه اقبال لاهوری جای میگیرد این موارد را دوستان میتوانیم فقط نام ببریم اولین اثر اشان اسرار خودی است که یک کتاب شعر بسیار بسیار زیبایی است پیام شرق زیور عجم جاوید نامه مصنوی مسافر ضرب کلیم پس چی باید کرد و تاریخ هند از آثار بسیار مشهورشان هستند که هم در حوزه نصر است و هم در حوزه نظم خب از جمله اشعاری که ایشان بیان میکنه دوستان چند بیتی از شعر اشان را برای شما بیان میکنیم که از جمله سروده های بسیار مشهور اشان میباشد چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان منو جان شما غوتها زد در زمیر زندگی اندیشه ام تا بدست دست افکار پنهان شما مهر و مه دیده نگاه هم برتر از پروین گذشت ریختم ریختم طرح حرم در کافرستان شما تا سنانش تیزتر گردد فرو پیش دمشت سنان دوستان نیزه تا سنانش تیزتر گردد فرو پیشی دمش شعله آشفته بود اندر بیابان شما فکر رنگینم کند نظر توهی دستان شرق پاره لعلی که دارم از بدخشان شما میرسد میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند دیدم از روزن دیوار زندان شما حلقه گرد من زنید حلقه گرد من زنید ای پیکران آو و گل آتشی در سینه دارم از نیاکان شما خب از عزیز وارد بخش دوم شویم در حوزه دستور زبان در ادامه پسفند ها میرسیم به شکل ساختاری و نحوه چگونگی تشکیل پسفند های سرفی و پسفند های کلمه ساز خب اول میگویم پسفند های سرفی پسفند های سرفی در آخر فعل صفت یا اسم میآید. پس نگاه کنید این مشخصه های چیز دوستان پسفندهای صرفی که در آخر فعل می آید در آخر صفت می آید و در آخر اسم آشکار می شود هشت پسفند صرفی دوستان ما داریم که در ای دست فقط ما چهار نوش را با همدیگر مرور خواهیم کرد در حوزه پسفندهای اشتقاقی یا نام دیگرش که پسفندهای کلمه ساز دوستان ما یازده مورد داریم که در ای دست فقط ما می توانیم پنج نوش را برای شما ذکر کنیم خب شاید عزیز میرسیم به پسفندهای کلمه ساز پسفندهای کلمه ساز نیست انواع ساخت داره در حوزه پسفندهای اسم ساز پسفندهایی که از اسم ساخته می شود نوشتن دانش سرخی بشریت گفتار از جمله مسائل هایی هستند که در این حوزه قرار می گیرد نوشتن چه نوع کلمه است اسم مصدر است دوستان فعل نیست ها. نوشتن یک زمان با فعل اشتباه نگیرید چون در انتهایش نون آمده اون نون نون مستری است و این کلمه اسم مستر است به او اسم فعل هم گفته می شود و اون نونی که انتهای نوشتن هست او اشی که انتهای دانش هست او یایی که انتهای سرخی است او یتی که انتهای بشریت است و او الف آری که الف و که در انتهای گفت دو دوستان میشه گفتار ای همه میشه و چی پسوندهای اسم ساز گاهی ما پسوند های مکان داریم که برای مشخص شدن یک مکان این پسندها ها به کار گرفته می شود کودکستان اوتان آخرش بوستان دانشکده گلزار جویبار اسگاه نگاه کنید دوستان قسمت های سرخ رنگ می شود باز هم پسوند اس... در چی؟ پسفند های مکانی یا پسوند توصیفی است توصیف می کند خوبتر کوتاهترین، زرینه بلخی زنانه خوراک نگاه کنید باز هم قسمت های سرخ رنگ میشود در واقع چی دوستان پسفند های توصیفی یا پسفند ها برای تشبیه به کار گرفته می‌شود که بشد می پسفند های تشبیهی گلگون پریوش برقاسا شیشسان برادروار نگاه کنید دوستان این قسمت ها باز هم میشود چی؟ باز هم میشود پسفند های تشبیح. یا هم پسفند ها پسفند های زمانی است مکانی داشتیم پسند های زمانی نیست داریم سهرگاه که در واقع نشان دهنده چی زمان است افغانستان میکده کوهسار و گلدان نگاه کنید دوستان این بخش ها هم باز هم میشه و چی پسند های ما در حوزه پسند های زمانی خب آلی شایدان انواع پسوندهای های صرفی رو گفتیم پسوندهای کلمه ساز رو گفتیم طریقه ساختش رو گفتیم قسمتی که تحت عنوان پسوند در هر کلمه هست برای شما بیان شد و آزه شد روشن شد حالی میریم در کار خانگی میرسیم برای پسفندهای توصیفی و پسفندهای مکانی دو مثال بزنید اول نگاه کنید دوستان پسفندهای توصیفی و مکانی از نو پسفندهای چی بود دوستان؟ از نو پسفندهای کلمه ساز یا اشتقاقی بود حالی از برای این دو نو برای ما مثال بزنید دو مثال بزنید که ببینیم شما دوستان درس امروز را فهمیدید. خب شاگردای عزیز خب شاگردای دلبند و نازنین در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده باشید درس امروز در حوزه دستور زبان یک مقداری برای شما ممکن است سختتر باشد نیاز تمرین و تکرار و ممارست داره حتما انجام دهید کتابچه هایتون را باز کنید بنویسید بنویسید و بنویسید یک بار نوشتن بهتر از ده بار خواندن است کانال ارتباطی ما را هم فراموش نکنید دو سف و و, 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 و راه ارتباطی ما با شما عزیزان است نظراتتون را برای ما روان سازید و ما را خوشحال کنید تا پایان جلسه بعدی و دیدار دیگر شما عزیزان را به الله پاک می سپارم خداوند یار و نگهدارتان